مایک پامپو در یادداشتی در مجله فارین تحت عنوان مقابله با, مقابله با, رژیم ایران استراتژی دولت ترامپ درباره استراتژی آمریکا در قبال دیکتاتوری آخوندی ضمن تشریح اقدامات سرکوبگرانه و سیاست صدور تروریسم رژیم بر اجرای شروط بیانیه دوازده ماده ارائه شده توسط دولت آمریکا در ماه می برای هر گونه تغییر در روابط با رژیم تاکید کرده است وزیر خارجه آمریکا در این یادداشت که در سایت فارین افرز منتشر شده و در شماره چاپی ماه نوامبر و دسامبر این نشریه نیز منتشر خواهد شد به دستگیری از اسدی دیپلمات تروریست آخوندها به خاطر توطعه بمبگذاری در گرد همایی بزرگ مقاومت اشاره کرده و مینویسد در ماه ژوئیه یک دیپلمات رژیم ایران مستقر در بین به خاطر فراهم کردن مواد انفجاری برای تروریست هایی که قصد داشتند در یک گرد سیاسی در فرانسه بمبگذاری کنند دستگیر شد. این نشان می دهد در حالی که سران رژیم ایران تلاش دارند اروپا را به باقی ماندن در توافق اتمی متقاعد کنند به صورت مخفیانه حملات تروریستی را در قلب این قاره طراحی می کنند. سخنگوی وزارت خارجه حکومت آخوندی ضمن یک سوال و جواب نمایشی از آن کرد که فرانسه چند هفته پیش یک دیپلمات تروریست دیگر رژیم را اخراج کرده است. کیهان خامنه ای روز 24 مهر با تیتر دیپلمات ایرانی از فرانسه اخراج شده است نوشت سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به اخراج دیپلمات ایرانی از فرانسه بدون توجه به حق ایران در اجرای اصل عمل متقابل گفت اقدام مختزی در زمان لازم انجام می شود. روز دوم اکتبر 2018 برابر با دهم ده مهر ماه 97 سه وزیر ارشد فرانسه در بیانیه مشترکی درباره سوء قصد تروریستی خونسا شده علیه گرد همایی مقاومت ایران در پاریس اعلام کردند تلاش برای سوء قصد در ویلپنت که در روز سی جوان خونسا شد، عمل فوقلاده و خامتباری در خاک ما بود و نمی توانست بدون پاسخ باقی بماند. وزرای کشور، خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه در بیانیه مشترک خود از اقدامات پیشگیرانه هدفمند و متناسب دولت فرانسه شامل مسدود کردن دارایی های اسدالله اسدی و سعید حاشمی مقدم معاون وزارت اطلاعات و نیز مدیریت امنیت داخلی در وزارت اطلاعات رژیم ایران خبر داده و تاکید کردند با این اقدامات فرانسه از جزم خود را برای مقابله با تروریسم به خصوص در خاک خودش خاطر نشان می کند. همزمان رویترز گزارش داد منابع دیپلماتیک فرانسه گفتند هیچ گونه شکی وجود ندارد که رژیم ایران پشت حمله خونسار شده در پاریس بوده و معاون وزارت اطلاعات سعید هاشمی مقدم فرمان این حمله را داد است. قبل از اقدامات اعلام شده در بیانیه سه وزیر فرانسوی در دوم اکتبر وزارت خارجه فرانسه طی یک دستور در 20 اوت 2018 برابر با 29 مرداد 97 لقب سفر دیپلمات‌های فرانسوی به ایران را حتی با پاسپورت دیپلماتیک اعلام کرده بود. رویترز در گزارش اقتصاسی که در این باره متعاقبا از پاریس مخابره کرد نوشت فرانسه به دیپلماتها و مقامات وزارت خارجش و همچنین مقامات سایر دوار دولتی گفته است تمامی سفرهای غیر مبرم به ایران را تا مدت نامعلومی به تعویق اندازند و در این رابطه به خونسا شدن یک توطعه بمبگذاری علیه گرد همایی اپوزیسیون ایران و سختتر شدن روابط رژیم تهران با فرانسه اشاره کرده است. رویترز افزود اعتماد بین دولت تهران و پاریس فرسوده شده و روابط طرفین به طور فزاینده‌ای تیره شده است. منابع دیپلماتیک گفتند اگر شرکت رژیم در این توطئه ثابت شود برای فرانسه مشکل خواهد بود که قوی واکنش نشان ندهد. کیهان خامنه‌ای در ادامه مطالب ترسان و قیزالود خود به دنبال زندانی شدن اسدالله اسدی برای قرار گرفتن در مقابل عدالت روز 25 مهر در سرمقاله خود نوشت دستگیری یک دیپلمات و بازجویی و بازداشت چند ماهه وی بدعتی در روابط بین است که سنگ بنای خطرناک را در روابط کشورها و برخوردهای امنیتی با عناصر دیپلماتیک می‌گذارد. نوع برخورد و مواضع اروپایی ها نشان می دهد احتمالا مقامات آنها پشت درهای بسته نفس ادامه حضور خود در برجام را به عنوان یک امتیاز به طرف جمهوری اسلامی می فروشند. و اگر کسی به آنها بگوید بالای چشم آبیتان ابروست قهر کرده و با خروج از برجام به آمریکا ملحق می شوند. دستگاه دیپلماسی باید اولین و مهمترین مأموریت خود را حمایت و پشتیبانی همه جانبه از دیپلمات‌هایش بداند. شاید برخی در وزارت خارجه گمان کنند حفظ برجام ارزش فراموش کردن اخراج سه دیپلمات و دستگیری یک دیپلمات دیگر را دارد و برای این چهار نفر نباید بی جهت شلوغ بازی درآورد. تصوری خام و ساده اندیشان است اگر کسی گمان کند اسدالله اسدی آخرین قربانی برجام خواهد بود شرکت توییتر روز چهارشنبه مجموعه گسترده از اطلاعات مربوط به توییت ها و حساب های کارزار دروغ رژیم آخوندی شامل بیش از یک میلیون توییت از 770 حساب را منتشر کرد حساب های این شبکه مرتبط با حکومت آخوندی از این پیشتر به خاطر نقض قوانین توییتر بسته شده بود که شامل تلاش های رژیم برای شیطانسازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران بود. هیل نشریه کنگره آمریکا در گزارش خود در این رابطه خاطر نشان کرد توییتر، فیسبوک و گوگل در ماه اوت گذشته اعلام کردند شبکه‌هایی از حساب‌های تحت حمایت رژیم ایران را کشف کرده و صدها حساب جعلی مربوط به آن را بستند. به گزارش واشنگتن پست، تحقیقات جدید شورای آتلانتیک که روز چهارشنبه منتشر شد نشان میدهد که حسابهای تویتری که منشأ آن ایران است از جمله با ظاهر خبرنگاران خارجی پیامهای سیاسی خود را در شبکه اجتماعی به پیش بردند.